همکارم مریم رحمتی از داخل سازمان ملل متحد همینجا پشت سر ما. مریم، دیشب اتفاقا آنتونیو گوترش دیدار کوتاهی با ابراهیم رئیسی هم داشت. میدونم که فرصت کوتاهی پیدا کردی تا سوالی از رئیسی بپرسی، واکنش او و تیم همراهش به چه بود؟ فرداد، اول اجازه بده اشاره بکنم که دقایقی قبل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، وارد سالن مجمع عمومی شد و به زودی سخنرانی خودش رو آغاز خواهد کرد. باید بگم که موقع ورود من هم تجربه مشابهی داشتم با همکارانم که در بیرون ساختمان مقر سازمان ملل هستم. چند نفر از خبرنگار نماهایی که به نظر میرسه فقط برای پروپاگاندای جمهوری اسلامی به اینجا اعزام شدند، اومدن کنار من وایستادن تا بتونن صدای من رو خفه بکنن، به طوری که صدای من به گوش ابراهیم رئیسی نرسه یا خبرگزاری‌های دیگه نتونن سوالات من رو بشنون از ابراهیم رئیسی. من تلاش کردم که از ابراهیم رئیسی بپرسم آیا به کشته شدگان، به 500 بیش از 500 نفری که در خیابان‌های ایران در یک سال گذشته و پس از مرگ حکومتی، قتل حکومتی مهسا امینی در خیابان‌های ایران کشته شدن، هم صحبت خواهد کرد. از ابراهیم رئیسی پرسیدم که آیا میدونه که خبرگزاری‌های جهانی بهش قصاب تهران خطاب می‌کنند، ولی خب تلاش کردن اون 4 نفری که اون پایین بودن جلوی صدای من رو بگیرن، ولی خب من باز هم به پرسیدن سوالاتم ادامه دادم. نیم ساعت قبل از اینکه رئیسی بیاد، چند نفر از تیم مثلا کامیونیکیشن یا مطبوعاتش وارد سالن شدن. 2 نفرش پشت 2 ستون بزرگ ایستاده بودن و داشتن من رو به همدیگه نشون میدادن و میگفتن که کی بره کجا وایسته که دقیقا جلوی صدای من گرفته بشه و من نتونم سوالاتم رو عنوان بکنم. دیشب هم که ابراهیم رئیسی با دبیر کل سازمان ملل دیدار داشت، وقتی داشت از یه آسانسوری که دقیقا طبقه پایین دفتر من اینجا در مقر سازمان ملل هست بیرون رفت از اونجا و من شانس این رو داشتم که ازش سوال بکنم، ولی همه افرادی که دور و برش بودن از جمله وزیر امور خارجه ایران امیر عبداللهیان تلاش کردن که دورش رو حلقه بکنن تا من نتونم خودم رو بهش برسونم و دوباره در مورد کشته شدگان سوال کردم، گفتم آیا قراره در موردش صحبت بکنه. در مورد این پرسیدم که آیا از نیروهای امنیتیش پرسیده چرا به چشمای مردم شلیک کردن، آیا پرسیده چرا بیش از 500 نفر رو در جریان اعتراضات کشتن، ولی خب ما مثل خبرنگارهای دیگه نیستیم، تجربه ما با خبرنگارهای بین‌المللی دیگر فرق داره. ما خبرنگارهای شبکه‌های فارسی زبان باید تلاش بکنیم، تقلا بکنیم تا بتونیم با یکی از هیئت ایرانی صحبت بکنیم. همواره دارن فرار میکنن از دوربین و این به گفته خبرنگاران بین‌المللی که کنار من ایستاده بودند، میگن مریم این سوال جوابته، وقتی اینا دارن اینجوری ازت فرار میکنن این جواب سوالت رو میده که واقعا دولت جمهوری اسلامی، رژیم خامنه‌ای، رژیمی که فقط کارش سرکوبه، کارش قتل مردمه، کارش تیراندازی به چشمای مردمه. به هر حال اینها موضوعاتی هست که از چشم رسانه‌ها هم به هر حال پنهان نمیمونه. فرداد، اجازه بده به یک استاندارد دوگانه در سازمان ملل اشاره بکنم که خیلی دلم هم ازش پره. مثلا زمانی که لاوروف داشت به مقر سازمان ملل میومد، تقریبا 2 ماه گذشته بود فکر میکنم، به خیلی از خبرنگارای روسی که خبرگزاری های پروپاگاندای دولت روسی هستن، دولت آمریکا ویزا نداده بود. ولی من متعجبم که چرا دولت بایدن وقتی میدونه این خبرگزاری ها وابسته به جمهوری اسلامی هستن، میان اینجا که پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو بیشتر منتشر بکنن، بیشتر گسترشش بدن، باز هم براشون ویزا صادر میکنه. حتی فرداد، حتی کسانی که حتی تحت تحریم های خود آمریکا هستند، هواپیمای ابراهیم رئیسی رو وارد نیویورک کرد که تحت تحریم های ایالات متحده هست و اینها همه سوالاتیه که باید از دو
کشور پرسیده بشه، هم کشور میزبان که چرا همچین کسایی که واقعا نه خبرنگارن نه کارت خبرنگاری دارن میان اینجا و دارن کار رسانه‌های مستقل رو مختل میکنن، و هم کسانی که با تیم ابراهیم رئیسی اومدن اینجا و ویزا برشون صادر شده. فرداد ممنونم از تو مریم. اجازه بده اون فایل تصویری که اتفاقا از ابراهیم رئیسی سوال کردی رو هم با هم ببینیم و بعد از تو خداحافظی میکنم. کشته شدگان حرف میزنید؟